مارچ، تو مجبوری تمام زمستون امسالو توی غار برفی تاریک تنها باشی. نه، من تنها نمیمونم، چون به زودی صاحب یه بچه خواهم شد. ولی رسیدن پرنده ها اومدن تابستون خبر میده و من باید در اولین فرصت برم. میدونی که ماموریت بسیار مهمی به محبت شده. مو، اسم بچه رو چی بذارم؟ یه اسم قشنگ بگو. اگه پسر شد اسمشو بذار مشکا، دختر شد بذار ماشکا. خدا حافظ مارچ. بامزی همراه با دوستاش داره میره پیش مادر بزرگ تا یه مقدار عسل مقوی بگیره. اونا مجبور نیستن تمام راهو برن و خودشونو به بالای کوه برسونن، چون مادر بزرگ توسط جانسون یعنی آقا گربهه چند تا شیشه عسل براشون فرستاده. چطور؟ توقع داشتین به اینجا برگردم در صورتی که این فرصتو به پدرم ندادین که بتونه از خودش دفاع کنه؟ میدونین قرار شده من توی شرکت تبلیغاتی کار بکنم، بنابراین اگه یه وقت بابا پول نداشته باشه من میتونم کمک بکنم، پس زیاد نگران نباشین. مادر، منم از این که پدر رو ترک میکنین خیلی ناراحتم، اما فکر کن تا به ماراکور پیش پدر بزرگ برسیم چقدر باید تو را باشیم. به همین خاطرم فکر میکنم که نباید وقت از دست بدیم مادر. میدونین توی این مدتی که اون اومده اونجا کار میکنه من بهش علاقمند شدم و میخوام باهاش ازدواج کنم. بنر چون جایی نداشت باید تو همین جنگل زندگی میکرد، اما حیوانای کوچکی مثل سنجاب وقتی تو جنگل زندگی کنن مشکلات زیادی دارن. در پشت خیابان اصلی پر رفت آمدی در گوشه ای از مرکز شهر مغازه قرار داره که ترنت پدر بزرگ نل اون رو اداره میکنه. میدونم اگه اون از خدا بی خبری که ماشین میدازه اندازه یه نخود یه حب مروت داشت که با حسنیس مردم بازی نمیکرد. یه بارم یه وقت یه عمویی رو گرفتار کردیم که تو این کارا عامل بود. مرا جرم و جریمش کرد که همینجا بمونه و هر وقت پارچه درست کرد آزادش کنه بره پی کار و زندگیش. نقل گله و گلایه نیست پهلوان. شب قبل مرگ پهلوان جواد خواب پدرم رو دیدم. ازم خواست لباسی رو که تو روزگار پهلوان اولش می پوشید از صندوقچه درارم و ببرم بذارم پشت پاچه بدم. ای راهب نادان و تو ای زن موزی خطرناک و آن یکی که از اینجا رفت، خیال میکنید که با یاد کردن سوگند حتی اگر به تمام مقدسات باشد میتوانید از ارزش و اعتبار کسی که درستی ثابت شده بکاهید؟ آی میلی بیدندان، میدونین راستش من کورم. آی میلی، کور مادرزاد. اوه، طرح صورتون خیلی خوشگل شده، درست شدن یک موجود رویایی، عین اون نقاشی کوی بیزین. اوه، شما میتونین از این غذا بخورین، جو خالصه، براتون از هر چیز مناسب تره، پخته شده، نرم شده، جون میده برای لثه های پولادینتون. اوه، اتهامات زیادی بهت وارده، کوتاهی از دستگیری افراد بیگانه و پس نگرفتن افراد خودی از اسارت دشمن. 13 سال بعد خانه هایشان ویران و گاو میش ها نابود شده بودند. آخرین دسته از سرخپوستان سوی آزاد در قرارگاه رابینسون خود را تسلیم سفید ها کردند. دیگر پرورش و قروغ عظیم اسب ها از بین رفته و منطقه سرخپوست نشین آمریکا به تاریخ پیوسته بود. نه همشون، نه آلبر، هنوز یکیشون تو سنلیس مونده ولی گمونم علتش خرابی راه آهن پاریسه. با باران؟ نه، پارتیزان ها دیشب منفجرش کردن، باید صبر کنیم تا خطو دوباره تعمیر کنیم. آره. من نمیفهمم تو چی میگی، به چه دلیل ما باید براش ناراحت باشیم؟ اون راجع به گروه ما میدونست، راه دیگه ای نبود. یعنی تو به من قول داده بودی غیر از ساعت ملاقات کلازو بیرون نیاری، یادته؟ بله، میبخشی خانم پورن. از اونجا که روز اول گفتی مقررات بیمارستان رعایت میکنی منم اجازه دادم کلوزو اینجا نگهداری. تو باید به قولت عمل کنی دنی. باید. گمان میکنم که مسئولیت های خطیر و مشغله های فراوان باعث شده سردار فراموش کند که جده دختر من در خانه حسن ابن علی است. حتما اومدی دیدن اون خانم که دنبالش میگشتی. راستش فکر نمیکردم اون کس و کاری داشته باشه، چون تو این مدت حتی یه نفرم نیومده بود سراغش. شما از مهربونی من سوء استفاده کردین، واقعا خجالت آوره. آخه این چه کاری بود که کردین؟ خب زمان نگهبانی یکی دیگه فرار میکردین، نه تو نگهبانی من. دیگه نوبت منه که باهات حرف بزنم. اونا همیشه وسط زندگی ما بودن. به عکسا نگاه کن، به گذشته نگاه کن. مگه تو یادت رفته؟ گذاشتم خودت بفهمی ولی عوض نشدی. اگه طاقت آوردم فقط به خاطر بچه ها بود.
تو معنویت زندگی مشترکمون رو هرگز درک نکردی. تو هنوز نمیدونی برای چی زندگی میکنی و این حال منو به هم میزنه. این یه دونه چایی رو با قند بخورین، امروز در بند رژیم نباشی. چاییو که شما با سماور زغالی دم میکردین طعم و عطر دیگه ای داشت. با سماور برقی چایی عمل نمیاد، میشه ترک جوش. فهمیدم، اسم بزرگره میذارم موشکا و کوچکتره رو میذارم میشکا. میشکا کوچولو. موشکا و میشکا چقدر قشنگه. تا من هستم این سقف ها جرأت زمین ریختن ندارن. سارا ستون سنگی سختی است، ایستاده زیر این توفال های بارون خورده. آره اصلا مسئله نیست، من هنوز اینجا کلی دوستای خوب دارم، مطمئنم که خیلی زود یه کاری پیدا میکنم. تو متوجه نیستی، اصلا قرار نیست من همسر تو بشم. من همراهت به بوداپست نمیام و نمیخوام جزی از این نقشه باشم. من نمیخوام باهات ازدواج کنم. عیبی نداره، آخه مدت ها بود این طرف ها نیومده بودم. گوش کن، جپ تو یه کار حسابی برات پیدا کردم، فقط خدا کنه وقت داشته باشی و بتونی این کارو انجام بدی. ولی سهم تو همیشه بیشتره، نمیشه من با تو بیام؟ خواهش میکنم، من تا حالا به جشن تولد نرفتم آخه. نه ای عبدالله سینا، فرستاده ما به خرمیسن آمد و از تو والی خرمیسن 7 دینار و 7 درهم بیشتر نگرفت. اسماعیلیه به پول والیان و خون رعایا زنده است. دیو یخو بیا بیرون، چرا نمیای؟ نکنه از علی بابا میترسی ها؟ راستی که چه دوزای ناخون خشکی، این قالیچه پاره هم پیششون ارزش داشته، بندازش دور بابا. با یه حساب ساده، بخش 7 صفحه 30، در چگونه کارگاه شدیم آمده است که سرنخ را باید دنبال کرد. مثل این که تو هنوز پدر رو نمیشناسی. ایشون هر کاری میکنن تا در قدرت باقی بمونن، تا آخرین لحظه عمرشون. حتی اگه لازم داشته باشه یه جمونگ دیگه میسازن تا با ما و مالکان ساچل دو مخالفت کنن. محکومین مرد همشون تو کشتیان قربان. تعداد اونا طبق آمار 144 نفر. 38 هم زن داریم که بعضیاشون از زندان کرک اومدن. اوه به به خانم الناز، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید. من بد نیستم، حال شما چطوره؟ حتما امسالم کلی قصه‌های خوب برامون تعریف میکنم. پس چی که تعریف میکنم؟ هرچی قصه دارم براتون میگم. چی خوب، پس امسال زمستون زیاد خسته کننده ای نداریم. بله بله، اونا پدر بزرگه، پدر بزرگه برام میشناسه. اون صدایی مثل رگبار داره. از دست اون هیچ حشره تو جنگل آسوده نبود، اون به همه حمله میکرد، هر کس که تو جنگل بود. از میان دودکش ها و صخره ها قصد داریم به قاعده مخروطی برسیم که نقطه اتصال بعدی ما خواهد بود. پیدایش وسایل جدید بسیاری از مشکلات صعود را حل کرده است. یکی از هوشمندترین این وسایل به نام فریان خوانده می شود. فعلا دارم خونه رو تمیز می کنم. می دونی عموم طبق معمول تا دیر وقت خواب بودن. راستی چرا نمیری دست و صورتتون رو بشونی؟ الان برای پدر بزرگ و مادر بزرگ می‌نویسم که پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیزم، من بالاخره مدرسه خواهم رفت. امروز در امتحان ورودی قبول شدم. هنوزم احساس می‌کنم که دارم خواب می‌بینم. بله من نیک هستم و بهترین دوست اونم. در ضمن نیکونو جایی نبری که واسش خطرناک باشه، چون هرچی باشه ما با هم خیلی صمیمی هستیم. من خب حالا که همه شما شاگرد دبیرستان دختران ما شدین، باید بدونین که در این مدرسه بسیار سختگیری میشه. عمه جون لطفا یادتون باشه که اسم اون حناست و من دوست دارم با حنا تو اتاق غذاخوری غذا بخورم. یعنی تو هم میخوای تو آشپزخونه غذا بخوری؟ نه، سر این میز و با اون. امپراتور که اوضاع متشنج را دقیقاً زیر نظر داشت، مأمور سرسپرده و مورد اعتمادش کاوچیو را به کوهستان مقدس فرستاد تا برای رفع این بلا چاره‌ای بیندیشد. قربان اون آدم دروغگویه، من حاضرم باهاش روبرو بشم، حتما یکی بهش پول داده که برای من پاپوش درست کنم. آیا محمد متوجه نیست که زندگی ما از طریق نگهداری بت‌ها سپری میشه؟ ما مالک کعبه هستیم. هر سال قبایل عرب میان اینجا به مکه تا عبادت و از ما خرید بکنن و نذورات میارن. آنت هم درست همین احساس رو داشت،
گرچه بهش گفته شده بود که پای دنی هیچ و خوب نمیشه، ولی نمیتونست اینو باور بکنه. امکان نداشت بتونه به این سادگی ناامید بشه. دیگه چیزی به عید که بچه های در روسینیر سخت انتظار اومدنشو میکشینن نمونده. آنت و لوسیان سرگرمن تا خودشونو برای عید آماده کنن. تو از بیابان برهود با تعفن شطر و باز آمدی اینجا تا به شاه ایران راه رفتگاری را نشان بدی؟ بخشنده با گرد، صدای منو میشنوی؟ من با در موهایش هستم. میدونی که من دوست تو هستم. تو همیشه دوست من میمونی. از این خبرها نیست. کالا تو بیاری بالا، کار تمومه. زود بشه نشونی بده. من آدمم امو سفر بیگ. مگه نشونی برات نیوردم؟ بوشو وار میداری میاری سر من ها؟ آره باد رغمه؟ اجازه بدید از همه شما که اینجا هستید تشکر کنم. 6 ماه از زمانی که من و نوام نیل لندن رو ترک کردیم میگذره. سفر ما به اینجا سفری طولانی، دردناک و سخت بود. بله، در اثر باد شدید همه پاهامو از دست دادم و 14 روز طول کشید تو پاهامو از اینجا اونجا پیدا کردم. جدی میگی؟ دکتر جنگل همه پاهای منو دوباره وصل کرد، اما متاسفانه ترتیبش به هم خورد، پاهام پس و پیش به هم وصل شد. مدیر کل باید 2 تا امضا میکرد، ولی این آقا برات فقط 1 امضا گرفته. پس برو دنبالش پیداش کن تا امضای دومم برات بگیره. مدیر کلم که هنوز پیش مدیر ماست. بانو مارینگ، میدونی چرا بانو یامیال مجبور به ترک اینجا شد؟ چون مدام در کارهایی که بهش مربوط نبود دخالت میکرد. به شما هم هشدار میدم، اگه تو کارهایی که بهتون مربوط نیست دخالت کنین، از اینجا اخراج میشین. سیلور پیش از اینکه همه ای ما به دنیا بیاییم دریا نوردی میکرده. یه دریا نورد درجه 1 بوده. ببینم، تا حالا هیچ کدومتون با یه تخت پاره به عنوان یه قایق تو دریای سارگاسو سفر کردین؟ ها؟ میدونین که ما هر سال مسابقه لوش سواری داریم. این یه مسابقه سنتی در مدرسه ابتدایی اینجا، یعنی روسینیره. میخوام همه نهایت سعیتون رو بکنین. وقتی چند روز اینجا بدون آب و غذا موندی زبونت باز میشه، اون وقت میگی که نقشه رو کجا قایم کردی؟ من از تهدیدهای تو نمیترسم. خواهیم دید گالیور، خواهیم دید. خوشحالم میبینم حالتون خوبه. وقتی شنیدم از قصد بیرونتون کردن، همش میترسیدم بیرون قصد بلایش سرتون بیارن. دعا میکردم اتفاقی براتون نیفتی. اسکار، خیلی خوب، وقتی برگردی خونه حسابتو میرسم.